از سال 1988 یکم دسامبر به عنوان روز جهانی ایدز نامگذاری شده است. بیماری ایدز یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی بیماری است که سبب اختلال سیستم ایمنی بدن می شود، به صورتی که بدن قادر به مبارزه با برخی عفونت ها نمی باشد. روبان قرمز نماد اتحاد با افراد مبتلا به ایدز و کسانی است که با ایدز زندگی می کنند. اولین مورد ابتلا به اچ‌آی‌وی در سال 1981 در آمریکا گزارش داده شد. نخستین مورد گزارش و ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 66 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فرآورده‌های خونی آلوده وارد شده از کشور فرانسه به ایران استفاده کرده بود. حدود 60% افراد مبتلا به این ویروس از وجود عفونت اچ‌آی‌وی در بدنشان اطلاع ندارند. فرد آلوده به ویروس ایدز ویروس را در مایعات خاص بدنش از جمله خون، شیر و غیره حمل می کند. انتقال ویروس فقط در صورتی میسر است که این چنین مایعات آلوده به ویروس ایدز وارد جریان خون فرد دیگری بشوند. به همین علت برخوردهای فیزیکی همچون دست دادن، آغوش گرفتن و نشستن در کنار این بیماران هیچ گونه خطر و ترسی برای سایر انسان‌ها ندارد. معمولاً انتقال ویروس ایدز از یکی از این راه‌ها اتفاق می‌افتد. استفاده از سوزن یا سرنگ مشترک با یک فرد آلوده به ویروس ایدز، انتقال از طریق مادر آلوده به ویروس به فرزند، جنین یا کودک شیرخوار، تماس جنسی بدون پیشگیری با فرد آلوده به ایدز. اصلی ترین راه انتقال ویروس از 2 سال قبل تماس جنسی است. دکتر گلاره مستشاری روانپزشک در ایران میگوید موزلی که مانع از تلاش‌ها برای مبارزه با ایدز در ایران شده است موضوع تابا بودن گفتگو و آموزش علنی در مورد روابط جنسی است. دکتر محبوبه حاج عبدالباقی متخصص بیماری‌های عفونی در ایران میگوید در حالی که کارشناسان ایدز در ایران اجازه دارند در مورد نقش معتادان تزریقی در گسترش ایدز توضیح دهند، اما در حیطه روابط جنسی و نحوه انتقال بیماری های آمیزشی از دادن جزئیات منع می شوند. در بسیاری از کشورها با ارائه قرص پرپ به بیماران اچ‌آی‌وی مثبت و بیماران اچ‌آی‌وی منفی تحولات چشمگیری در روند جلوگیری و پیشرفت این بیماری و آسایش خاطر بیماران صورت گرفته است. ولی متاسفانه در ایران با وجود تحریم‌های دارویی و گران بودن هزینه‌های درمان این قرص در اختیار بیماران قرار نمی‌گیرد و خدمات به بیماران تنها در حد مشاوره، آزمایش خون و غربالگری می‌باشد. در حالی که آمارهای جهانی از کاهش میزان مبتلایان به ایدز حکایت دارد، در ایران تعداد بیماران همچنان رو به افزایش است. فرد مبتلا به ایدز بیماری است که از 2 جهت رنج می‌برد: از بیماری خیش که طاقت فرسا و دردناک است و از اجتماعی که با توجه به ویژگی‌های بیماری برخورد صحیحی با او ندارد. بیماران ایدزی با مشکلات عدیده ای روبرو هستند، چرا که آنها نمی توانند مانند دیگر بیماری های صعب العلاج نظیر سرطان، MS یا غیره ابراز وجود کنند و گاهن از همدردی دیگران بهره مند شوند و تقریبا اغلب اطرافیان آنها را طرد کرده و از آنان دوری می کنند. در سند 2030 یونسکو در هدف 3 با اشاره به تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، به تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در همه موارد مورد نیاز انسان‌ها از جمله مسائل جنسی
و باروری بدون مواجه شدن با مشکلات مالی تأکید شده است. از دلایل گسترش ایدز در ایران می توان به موارد زیر اشاره نمود: عدم آموزش و اطلاع رسانی صحیح در خصوص نحوه انتقال بیماری، نبود نظارت کافی و مستمر بر وضع زندان‌های کشور از نظر بهداشتی و وجود مواد مخدر در زندان‌ها برای معتادان تزریقی، افزایش فقر و در پی آن افزایش فحشا و اجبار به تنفروشی و روسبیگری زنان و مردان برای امرار معاش، تزریق خون آلوده به بیماران و عدم رعایت بهداشت در مراکز بهداشت و بیمارستان‌ها، همانند حادثه روستای چنار محمودی شهرستان لرستان در سال 98. عدم در اختیار گذاشتن وسایل پیشگیری در برقراری رابطه جنسی به صورت رایگان. نبود مکانهایی با نظارت سازمان بهداشت برای مردان و پسرانی که به دنبال برقراری رابطه جنسی هستند سبب شده تا زنانی که دارای شرکای جنسی متعدد هستند بی هیچ ضابطه و رابطه‌ای با مردان متعدد آمیزش کنند. و همچنین افزایش موارد طلاق و برقراری ارتباط جنسی خارج از خانواده. دکتر مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز، با اشاره به آمار حدود 100 هزار نفری مبتلایان به ویروس ایدز در کشور، نبود برخی امکانات و تجهیزات پزشکی لازم در بیمارستان‌ها جهت جلوگیری از انتقال این بیماری به پزشک را مهمترین علت عدم پذیرش این بیماران در بیمارستان‌ها دانست و اعلام کردند که اگر استانداردهای لازم رعایت شود، خطر انتقال ویروس HIV کمتر از 0.1% خواهد بود و پرسنل بیمارستان‌ها از قبول این بیماران سر باز نخواهند زد. کمیسیون سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 2001/33 دستیابی به دارو در زمینه بیماری‌های واگیردار مانند ایدز و همچنین برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی را حق همگان می‌داند. در ماده های 22 و 25 از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق برخورداری از امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی و همچنین بهره‌مندی از خوراک، مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همگان تاکید شده است. پزشکان و دانشمندان تا کنون توانستند دوبار این بیماری را با استفاده از پیوند مغز استخوان از بدن دو شهروند آمریکایی و بریتانیایی از بین ببرند. اما متاسفانه با گذشت بیش از 40 سال از وجود بیماری ایدز در سطح جهان، همچنان درمان قطعی برای این بیماری کشف نشده است. ایدز از آن و بیماری هایی است که تنهایی عجیبی را به همراه دارد، پس کوشش کنیم تا با آموزش صحیح، آگاهی رسانی در خصوص بیماری و اصلاح رفتاری در برخورد با بیماران مبتلا به این بیماری، تنهایی آنان را کمتر و شرایط زندگی را برایشان آسان تر کنیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید.